دادم آقای میلر و به این نتیجه رسیدم که یه نفر هویت اونا رو عوض کرده و جالبتر اینجاست که اونی که هویت اونا رو عوض کرده یکی از مأموران شما بوده، یه جوون خام و احمق که در یک جایگاه اشتباه قرار گرفته و من واقعا متاسفم که اون موقع یه مرد بیگناه رو محکوم کردم. البته ما به تحقیقاتمون ادامه دادیم و به این نتیجه رسیدیم که جنابالی پشت این ماجرا هستین، برای همین تحقیقاتمون رو متوقف کردیم. حالا همه چی دستگیرت شد آقای محترم؟ خب نیست این چیزا تو پرونده آدم بیاد، درست میگن؟ کاپیتان، من بهتون اطمینان میدم که این شخص داره به من تهمت میزنه و هیچ مدرکی نداره. منم بهتون اطمینان میدم که در این تحقیقات نقش شما بررسی بشه. آقای میلر، من تا حالا با شما همکاری کردم و به عوامل شما احترام گذاشتم، ولی شما چی؟ با عوامل من مثل بچه ها رفتار کردین. پس با احترام تمام مجبورم که به شما بگم گورتون رو از اینجا گم کنید و برید. خیلی تند رفتی لیچ، اینقدر تند رفتی که ممکنه برات گرون تموم بشه. متاسفانه باید بگم ما به خاطر اون نوار مجبوریم برای مدتی تو رو از کار برکنار کنیم. کاپیتان. میدونم. نه کاپیتان، ما باید تو این شرایط با اونا برخورد کنیم. اون نوار نمیتونه مدرک قانع کننده برای اون چه اتفاق افتاده باشه. من میدونم، اینم میدونم که چون میلر ارسانا خوشش نمیاد این کارو کرده. خب پس چرا؟ چون حق با لیچه. اونا دو سال پیش روی این مسئله سرپوش گذاشتن و داوید و گرانت رو فراری دادن و دلایلی وجود داره که اونا تو این مسئله دست داشتن و حالا شما دستشون رو کردین. به خاطر همین چشم دیدن لیچو ندارن و براش پاپوش درست کردن. من مدت زیادیه که پلیسم و همیشه به این که یه پلیسم افتخار می کردم و حالا برای اولین بار ازش متنفرم. واقعا متنفرم. گوش کنین، من بهشون اجازه نمیدم که هیچ کدومتون رو اخراج کنن، ولی چون پای اشخاص سرشناس و قدرتمند به میون اومده ما باید روند قانونی رو طی کنیم و کاملا هم مطمئنیم که تو این قضیه پای میلر رو دار و دستش تو کاره. به من فرصت بدین تا قضیه رو حل کنم. من مطمئنم که تو تبرئه میشی. پس منظورت اینه که من باید بند و بساتمو جمع کنم و برم، همینطوره؟ کاپیتان، اون اینجاست. فعلا پاشید برید لوکاسو ببینید، اینو بذارید برای بعد. ما شواهدی رو به دست آوردیم که شما رو تبرئه میکنه، همینطور شما رو. پس طوره نمیخوام که با من بیایید. پس لوکاس چی؟ خواهش میکنم فقط با من بیایید. لوکاس هم چند لحظه دیگه میاد پیشتون. خلاصش میکنم، تو جایی میری که همه میخوان محکومت کنن، اونجا یه تعداد بازجو رو میبینی، با هیچ کدوم حرف نمیزنی، اونو ازت سوال میکنن ولی تو جواب نمیدی. کاری که تو کردی به اندازه یه توقف ممنونم جرمه.